مقام های ایرانی و مذاکره کنندگان ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین قرار بود در گفتگوهای وین در مورد پیشنویس توافق نهایی به نتیجه برسند که بر اساس آن ایران از میزان برنامه هسته‌ای خود بکاهد و در عوض از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران کاسته شود. ولی این گفتگوها که به گفته شرکت کنندگان در آن به سختی و آهستگی پیش می‌رفت، روز جمعه پایان گرفت بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شده باشد. مسئله‌ای که بر پیشرفت‌های پیشین در این زمینه سایه افکند. We didn't make any progress, but negotiations would continue. ما به پیشرفتی دست نیافتیم، ولی گفتگوها ادامه می‌یابد. ما ناامید نشدیم و به این معنا نیست که ما شکست خورده‌ایم. ما به مذاکرات ادامه می‌دهیم. هدف این دوره گفتگوها رسیدن به پیشنویس توافقنامه بود، ولی اختلافات هنوز وجود دارد. آقای عراقچی گفت اختلاف‌های دو طرف بیش از آن بود که بتوان روند تدوین پیشنویس را آغاز کرد. او تأکید کرد به رغم اختلافات گفتگوها ادامه خواهد یافت، ولی هنوز تاریخی برای دور بعدی گفتگوها تعیین نشده است. این دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور تهیه پیشنویس توافق نهایی از شامگاه سه‌شنبه آغاز شد و با گفتگوهای مکرر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف ادامه یافت. چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه در اورشلیم در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ایالات متحده آنچه را که لازم باشد انجام می‌دهد تا مانع از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای شود. از سوی دیگر انتظار می‌رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته دیگر به این زن که ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای مطالعاتی را انجام داده است رسیدگی کند. مقام‌های دیپلماتیک می‌گویند آژانس و ایران احتمالاً در روزهای آتی ملاقات خواهند کرد تا آژانس در مورد تجهیزاتی که در تسلیحات هسته‌ای به کار می‌رود کسب اطلاع کند. نازیه پویا، صدای آمریکا.